واژگان تازی یا فراختر اگر بخواهم گفت، واژگان زبانهای دیگر که اونها را وام واژه می نامیم در شاهنامه به کار گرفته شده است، اما نه در شماره بسیار، در صد اندکی این واژگان در شاهنامه دارند. نمونه را واژه غم، واژه های مانند غمی، غمین، غمگین، غمناک، غمالود، واژه های هستند که به غم باز می گردند. پس نباید اونها را در شمار آورد و در اون درصدی که شما می خواهید از وام واژه ها در شاهنامه بیابید. اما اونچان که گفته شد، این واژه ها تنها از زبان تازی به وام گرفته نشده اند، از زبان های دیگر مانند مغولی، ترکی، یونانی هم ما واژه هایی در شاهنامه میبینیم. پاسخ این پرسش که آیا استاد نمیتوانست به جای این وام واژه ها واژه های پارسی یا ایرانی را به کار بگیرد، این است که آری میتوانست. اما چرا اون واژه ها را در کار نیاورده است؟ یک پاسخ این است که اون واژه ها شاید در چشم فردوسی واژه هایی بوده اند که اون رسانایی و روشنی را که وام واژه ها داشته اند نمی توانسته اند داشت. یکی از پرواهای استاد بیگمان آن بوده است که سخن او را همگان دریابند. از همین روی واژه هایی را به کار برده است که آشنای همه پارسی زبانان و ایرانیان بوده است. زیرا شیوه سخنوری فردوسی و پیش از آن زبان او، زبان و شیوه ایست روشن و رسا و روان. دو دیگر آن است که گاهی همچنان در شماری بسیار اندکتر واژه بیگانه، وام واژه در کالبدهای هنری زبان آسانتر می گنجیده است، یا به سخنی روشنتر در آهنگ سروده. یک نمونه بیاورم برای شما. گاهی استاد نام ها و واژه های پارسی را هم اندکی دگرگون کرده است تا در ساختار آوایی سنجیده و هنری بیت بتواند گنجید. اون نمونه این است. نام یکی از چهره‌های شاهنامه در ریخت کهن برز فری بوده است. استاد اون را در ریخت فری برز به کار گرفته است، زیرا برز فری در آهنگ ویژه‌ای که شاهنامه در آن سروده شده است به آسانی نمی گنجیده است. در سده های نخستین
از تاریخ و گاه شمار هجری مهگانی یا خورشیدی هنوز زبان پارسی آنچنان با واژه‌های تازی در نیامخته بود. ایرانیان واژه‌های آشنای کهن را به جای واژه‌های همتایشان در اون زبان به کار می‌بردند. یک نمونه بسیار روشن نماز است که واژه تازی آن صلات به کار نمی رفته است، هنوز هم به کار برده نمی شود مگر اندک در کاربردهای ویژه از زبان پارسی. اما اندک اندک که واژه های تازی کاربردی افزونتر در زبان پارسی می یابند، این پدیده کاستی میگیرد. گاهی در نوشتارهای ادبی پارسی به متنهای باز میخوریم که اونها را متنهای برساخته نگارین هنرورزانه مینامیم که از دید من وارونه نامی که بر اونها نهاده شده است نمونه های برجسته بی‌هنری هستند. اما هنگامی که متن‌های نوشتاری کهن را به زبان پارسی دری می‌خوانید، از اون روی که درصد واژه‌های پارسی در اونها بالاست، هرگز چنین گمانی درباره زبان اون متن نخواهید برد. اگر ما به داد بی هیچ یک سونگری خوشکندیشی داوری بکنیم، بسیاری از واژه‌های پارسی و ایرانی به زبان تازی راه برده است. تازیان هنگامی که واژه‌های ایرانی و پارسی را ستانده اند، ریخت و ساخت آنها را آنچنان دگرگون کرده اند که تنها آشنایان با پیشینه واژه می توانند دانست که اون واژه تازی نیست، از پارسی به اون زبان برده شده است. چهل چراغ، آویز پرتو افشان، در زبان کنونی پارسی لستر هم گفته می شود. لستر ریخت پارسی شده واژه فرانسوی لوستر هست. لوستر در بن به معنی روشن، درخشان است. این واژه از دید آوایی واژه است درشتناک، گران، ناهموار که در زبان نغز و نازک و آهنگین و گوشنواز پارسی نمیتواند گنجید. از همین روی ایرانیان اون را به لستر که ریخت نرمتر و آسانتر آن واژه است دگرگون کردند. در پارسی گفتاری و مردمی، حتی در زبانها و گویشهای بومی ایرانی، این پدیده رخ داده است. این واژه‌های بیگانه ریخت بومی یافتند. اما در زبان فراگیر و فرهیزشی پارسی این واژه ها در ریخت نخستین خود مانده اند. کسی که اندکی آشنایی داشته باشد با ساختارهای زبان پارسی
به آسانی میتواند اون وام واژه را باز بشناسد. اگر در واژه ای ژ یا چ یا پ به کار رفته بود، اون کس میتواند به آسانی دریابد که اون واژه واژه‌ای پارسی است یا دست کم تازی نیست، شاید از زبان فرانسوی گرفته شده باشد. اما چه می شود که وام واژه‌ای بر این پروا چیرگی می جوید، در زبان به کار برده می شود. هنگامی که شما با رسانه ها به گونه ای بمباردمان واژگانی دست می‌یازید، واژه بیگانه را ناساز، درشناک، گوشازار، پی در پی در شبانه روز صدها بار از این رسانه ها در می پراکنید، پخش می کنید، اندک اندک در ذهن مردم جای می گیرد. اگر زبان را درختی بدانیم با هزاران شاخ و هزاران هزار برگ، کنده آن را اگر شاخه بشکند یا برگی بیفتد، درخت همچنان بر جای خواهد ماند و بر پای. اما اگر درخت را از تنه ببرند یا از زمین برکنند، یک سره از میان خواهد رفت. اون واژه های پایه به کنده و تنه درخت میمانند. اگر اون آسیب ببیند، بیمار بشود، کرمها در آن بلولند، اون را از درون بفرسایند، پوک بشود، میان تهی، فرو خواهد افتاد، از اون پس درختی در کار نخواهد بود. باید این پروا پروای پولادین باشد در پیوند با واژه های پایه پارسی. اما واژه های ویژه، واژه های دانشورانه، واژه های فنی داستان دیگر دارد، زیرا این واژگان را همگان به کار نمی برند. تنها کسانی با اونها در کار و پیوندند که اون دانش ها را می ورزند. اگر این واژه ها وام واژه باشند، از زبان های دیگر ستانده شده باشند، اون گزند و زیان گران و بنیادین را که آلودگی واژه های پایه به زبان میزند نخواهند زد. اما زبانی زنده توانمند که زبانورانی دارد، خیشتن شناس، خودباور، در اندیشه این واژگان ویژه هم میتواند بود. ویژگی ساختاری و بنیادین وام واژه، به ویژه وام واژه های ویژه دانشورانه، این است که رسانایی معنایی ندارند. خود واژه به تنهایی رسا نیست، زیرا آشنای زبانوران نمیتواند بود. شما باید اون واژه را در اون معنای ویژه فنی به یاد بسپارید، از بر کنید. اون زبان به راستی با واژه آغاز می شود، یکانی که دارای معنی و پیام است، اندیشه ای را در خود نهفته می دارد. اون وام واژه فنی هنوز واژه نیست، زیرا اگر اون را بر پاره کاغذی بنویسند
پارسی زبان هیچ پیامی، هیچ معنایی از آن نخواهد ستاند. اون بیشتر به نام میماند تا واژه. بسیاری از نام ها که کاربردی گسترده هم میتوانند داشت واژه نیستند. درست است که این نام ها روزگاری واژه بودند دارای معنا، اما اندک اندک به نام فرو کاستند. خوب، اگر شما بتوانید برای اون وام واژه فنی واژه‌ای پارسی زیبنده برازنده به آیین برگزینید، آموختن اون دانش آسانتر خواهد بود. این که ما پارسی را بدان سان که می شاید گرامی نمی داریم، بدان نمی اندیشیم، یکی از آشکارترین نمودهای خودباختگی فرهنگی است که ما هنوز بدان دوچاریم. می انگاریم که اون واژه فرنگی واژه است که سنجیده است، رساست، روشن است. هیچ واژه پارسی نمیتواند با اون برابر بیفتد. جشن و آیین نوروز پیشینه های کهن در دیگر سرزمین ها داشته است. پاره از سرزمین های دیرین که از سرزمین های ایرانی هم شمرده نمی شوند بهار را جشن می گرفتند. ایرانیان از این جشن های بزرگ داشته بهار بهره بردند، اما جشنی را بنیاد نهادند که نوروز نام گرفته است، درفش فرهنگ ایرانی شده است. می توانیم اون را برترین نماد این فرهنگ بدانیم. در هر گوشه گیتی که نامی از نوروز باشد می توانیم به استواری بر اون باشیم که فرهنگ ایرانی تا اون گوشه راه برده است. هیچ جشن و آیین یا هنجاری دیگر فرهنگی را نمی شناسیم که دامنه و قلمروی چنین گسترده یافته باشد. این جشن و آیین اونچنان نزد ایرانیان گرامی و ارجمند بوده است که به پاس آن شهری شگرف بنیاد نهاده شده است، شهری که امروز با نام تخت جمشید نامیده می شود. شهری دیگرسان آینی. این شهر را اگر فراخ بدان بنگریم می توانیم شهر نوروز نامید، زیرا نگاره نوروزی بر دیوارهای این شهر نقش زده شده است. داریوش پادشاه بزرگ و نامدار هخامنشی بر تخت نشسته است. رده ای دراز از نمایندگان کشورها، کشورهایی که بخشی از جهانشاهی هخامنشی هستند، پیدا شده است، پدید آمده است. این نمایندگان در آن رده یکی پس از دیگری ایستاده اند
نوروزانه هایی یا ارمغان های نوروزی را در دست گرفته اند یا در کنار خود پیش می رانند تا به نزد پادشاه هخامنشی بار یابند و اون را فراپیش وی بنهند و دروز و درود و فرخ باد سرور و سالار خیش را بدو برسانند. این شهر شگفت رازآلود به پاس برگزاری این جشن بنیاد نهاده شده است. به درستی نمیدانیم که نوروز از چه زمانی در ایران آغاز شده است، اما در ایران هخامنشی جشنی بزرگ و بشکوه بوده است. به همون سان در دیگر روزگاران تاریخ ایران، در ایران پس از اسلام هم نوروز همچنان برگزار می شده است تا رسیده است به روزگار ما.